جدیدترین خبرها از وضعیت میلاد حاتمی در زندان و اعترافاتش و انداختن تمام کلاهبرداری ها به گردن مونتیگو و پدرش و لو دادن نقشه های ریحان پارسا توسط ادمین سابقش. حالا ما یه مصاحبه کرده به زودی پخش میشه و موضوع بعدی هم که میخواستم بهتون بگم به زودی به آمریکا مهاجرت میکنه برای امنیت جانی بیشتر و حدود 20 تا 25 مرداد فیلمش از شرکت برازرز به صورت انحصاری پخش میشه چون یه قراردادی بستن و تا یکی دو هفته دیگه پروفایلش داخل برازرز میاد پالا. و همچنین پیگیری های شخصی به اسم آرمین راد برای سنگین کردن جرم میلاد حاتمی. تا دقایق دیگه میلاد حاتمی برای تفهیم اتهام به این دادسرا میاد، ما شکایت خودمون رو ثبت کردیم. سلام به یکی دیگه از ویدیوهای کانال پارس فکت، خوش اومدید. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. خب همونطور که میدونید میلاد حاتمی توی زندانه و جدیداً خبر رسیده که قشنگ داره همه چیزو اعتراف میکنه، اما به صورتی که همه کلاهبرداری ها رو انداخته گردن مونتیگو و پدرش. گویا میلاد حاتمی گفته که همه اموال و پولایی که توی پیجم میدیدین مال من نبوده و همش جنبه نمایشی داشته و صاحب همه اون ثروت ها مونتیگو بوده و مونتیگو بوده که به ما پول میداده که این ماشین ها رو بخریم تا بتونیم باهاش خوب نمایش بازی کنیم و تبلیغ سایت و زندگی لاکچری خودمونو بکنیم تا مردم بیان توی سایت ما و بازی کنن. خب در این که مرکز اصلی این اتفاقات مونتیگو و پدرش هستن هیچ شکی نیست، ولی خب میلاد حاتمی و پویان مختاری و این افراد هم این وسط کم پول به دست نیاوردن و حسابی تونستن پولدار بشن. و خب اینم طبیعیه که میلاد حاتمی توی ایرانه بگه من هیچی ندارم و همش الکی بوده و چون مونتیگو گیر نیافتاده و نیست بگه همه چی واسه اونه. و اما حالا باید دید که سحر همسر میلاد حاتمی تکلیفش چی میشه، چون بالاخره اونم همدست میلاد حاتمی محسوب میشه و احتمالش هست که اونم از ترکیه بره، ولی خب فعلا که هیچ خبری ازش نیست. و اما یکی به اسم آرمین راد که فعالیت‌های اینستاگرامی توی ایران انجام میده، روزی که میلاد حاتمی رو برده بودن دادسرا رفته بود اونجا و داشت اقداماتی رو اونجا انجام میداد. جالبه که بدونید همین آرمین راد از دشمنهای پویان مختاری، میلاد حاتمی و حتی تتلو بوده و چند وقت پیش یکی میخواسته توی خیابون خفتش کنه و با چاقو بزنه بهش که گرفتنشو. بعد آرمین راد نوشت حدود 5 ماه پیش اوایل آبان ماه بود که این آقا خواست بنده رو از پشت بزنه و دستگیر شد. توی گوشیش چتش با میلاد حاتمی بود که این نگون بخت و دوستش رو فرستاده بود که منو تعقیب کنن و تو جای خلوت کار منو تموم کنن و بابت این کار فقط 500 هزار تومان بهش داده بودن. حالا امروز میلاد حاتمی اعتراف کرده که من کاری نبودم. فرشید امیر شقایقی گفت آرمین راد رو هر طور شده حذف کنید و میلاد از فرشید مونتیگو 2000 دلار پول گرفت تا این آدمو اجیر کنن. بله خلاصه آرمین راد هم میخواد هر جور شده از میلاد حاتمی انتقام بگیره. و اما جالبه بدونید که همین آرمین راد یکی از افرادی بود که در بسته شدن پیج امیر تتلو بی تأثیر نبود و چندین بار امیر تتلو به این فرد اشاره کرد و نوشت که اینها به اینستاگرام دروغ گفتن و بهتره بریم صحبتهای قبلشو در مورد تتلو بشنویم و برگردیم. نیو فیس میخوای؟ برو به دوروبریات بگو آقا من نیو فیس نیاز دارم، خواهرتون مادرتون هم خونه یاد بگو بیارید آقا من نیو فیس نیاز دارم. مگه مردم ایران شدن نیو فیس کش تو؟ بی شرف دیگه، هر کی جلوت وای نساد فکر کردی خدای ازت میترسن؟ نه، توی که به امام شهید یا عالم شیعه یا عالم مسلمون، به مادرش داری جسارت میکنی، به خودش داری جسارت، مگه امام حسین چه تیزام تری به تو فروخته؟ تویی که این کاری دیگه انتظاری نباید داشته باشی ازت که آدم باشی. به ما فحش ندی، وقتی داری به اون فحش میدی انتظار داشته باشی به ما فحش ندی؟ بی وجود.
مقصر تو نیستی ها، مقصر همونایی که گندت کردن، مقصر همین مردمی هن که دارن میبینن صبح تا شب فحش خوار و مادر رو داری میکشی بهشون، بعد میای پیش خودت گنده گنده حرف میزنی که آره من صبح تا شب فحش به اینا میدم، بعد اینا میان التماس من میکنن برای اون حرف بزن، تو اصلا بیا ما رو فحش بده. و ما نیستیم اونا، ما چهار تا بچه نیستیم اونا. مردم ایران جلوی این چیزا وای میسن، مثل الان که انقدر دارن برات امضا جمع میکنن که به خار سیاه بکشوننت. بی وجود آدم باش، هر که جلوت وای نستاد، هر که ازت ترسی، هیچ پخی نیستی، هیچ سگی نیستی، یه تنه جلوت وای سادم، هیچ غلطی هم نمی کنی. نه امضایی که علیه هم جمع کردی میترسم، تهش اینه که من اصلا ایران پامو نمیذارم بیرون. کی شده من حتی تای عراق هم هنوز نرفتم، آرزو به دلم مونده بود یه کربلایی برم که نرفتم هنوز، فوقش اینا پامو نمیذارم بیرون، ولی بی وجود پدر تو رو در میارم. وکیل گرفتم بابت تمام تهمتایی که زدی، فوشایی که دادی، شرافتتو میبرم. سند بیار ببینم من کجا هک کردم، بیار ببینم. بی وجود کم اون به هرچی دروغ علیه هم داخل گزارشت نوشتی. پس اینقدر آخه آدم میخواد نامرد باشه که صبح تا شب بیاد همین مردمی که دفعه قبل نجاتت دادن بدبخت بیای بایستی فوش خوار مادر بکشی بهشون؟ تو ایرانی نیستی، اسم خودتو ایرانی نذار. ایرانی جماعت همونیه که الان داره دهن تو رو سرویس میکنه. خجالت بکش مردی که الدنگ به چیت مینازی؟ به دوتا خالکوبی زن که کنارت نشستی ادعای MMA شون هم میاد؟ آخه اونا خدایه من هی نمیخوام دهنم باز بشه، خب من مؤدبانه اینجا با طرف بزنم. یکیشون جرأت میکنه جلوی بچهای مازندران و لرستان و همین خوبای بچهای تهران وایسه ادعاشون میشه؟ نه هیچ پخی نیستید. بعد از اینها بود که طرفداران امیر تتلو به این اتفاق واکنش تندی نشون دادن و بعدش هم که تتلو فعالیتش رو توی یوتیوب بیشتر کرد و کلن داستان عوض شد. و اما از اینا که بگذریم میریم سراغ ریحان پارسا که به تازگی ادمین سابقش اومده و حرفایی رو در موردش زده و میگه که ریحان میخواد بره آمریکا و شروع به فعالیت توی صنعت پرن بکنه. بعد حالا مگه مصاحبه کرده به زودی پخش میشه و موضوع بعدی هم که میخواستم بهتون بگم به زودی به آمریکا مهاجرت میکنه برای امنیت جانی بیشتر و حدود 20 تا 25 مرداد فیلمش از شرکت برایزرز به صورت انحصاری پخش میشه، چون یه قراردادی بستن و تا یکی دو هفته دیگه پروفایلش داخل برایزرز میاد پالا با چون داره مهاجرت میکنه که عکسا و شاتای لازم رو بگیره. به زودی هم عکس قراردادش رو براتون میذارم و حدود تابستون دیگه میتونید فیلم پرنه خانم پارسا رو مشاهده کنید. اولی افشاگری. البته معلوم نیست که این ادمین سابقش برای اینکه خرابش کنه همچین حرفایی رو میزنه یا نه. حالا نظر شما در مورد این حواشی چیه؟ فکر میکنید میلاد حاتمی میتونه همه کلاهبرداری ها رو بندازه گردن مونتیگو و خودش جرمش کمتر بشه؟ حتما نظرتون رو در قسمت کامنت برای ما بنویسید. در نهایت اینم از ویدیوی امروزمون، امیدواریم حال کرده باشین و لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوی بعدی بدرود.